سلام دوستان، وقتتون بخیر. تو این ویدیو بهتون میگیم که چگونه از روغن کرچک برای تسکین آرتروز استفاده کنیم. قبل از دیدن این ویدیو کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگولک کنار سابسکرایب رو بزنید و دکمه آل رو بزنید تا از همه ویدیوهای ما با خبر بشید. روغن کرچک در تسکین دردهای ایجاد شده در اثر آرتروز بسیار موثره، زیرا دارای خواص ضد التهابیه که میتونه در بهبود ورم‌های بدن موثر باشه و همچنین برای افراد مبتلا به دیگر دردهای مفصلی و صدها مورد دیگه مناسبه و درد اون رو کم میکنه. در این قسمت از این ویدیو به شما کمک میکنیم که بتونید دستورالعمل‌های مختلف مربوط به استفاده از روغن کرچک رو یاد بگیرید و در صورت نیاز اونها رو استفاده کنید. خواص ضد التهابی روغن کرچک به اثبات رسیده، به همین دلیل برای تسکین درد مفاصل و کاهش ورم اونها موثره. در نتیجه افرادی که دچار آرتروز و آرتریت و غیره هستند میتونن از این روغن استفاده کنند. نتایج پژوهش هندی که در سال 2009 روی آرتروز زانو انجام شده نشون داده روغن کرچک به اندازه یک کپسول دیفلوکناک برای تسکین درد آرتروز موثره و عوارض جانبی این داروها رو نیز نداره. میتونید یک الی دو قاشق چایخوری روغن کرچک رو به تنهایی و یا مخلوط شده با کمی آب روی مناطق دردناک بزنید و به آرامی اون رو بمالید. روش بعدی مالش روغن کرچک برای تسکین درد آرتروزه. موادی که نیاز داریم روغن کرچک و پد نخیه. روغن کرچک رو گرم کنید. مراقب باشید بیش از حد داغ نشه و فقط باید مقداری گرما داشته باشه. مقداری از اون رو به طور کامل روی کل ناحیه مورد نصر ماساژ بدید و یک عدد پد گرم هم روی اون قرار بدید تا درد از بین بره. حداقل یک بار در هفته به صورت منظم این کار رو برای ستون فقرات گردن یا زانویی که درد میکنه انجام بدید. اما برای آرتروز پیشنهاد میکنیم که حداقل دو بار در هفته از این استفاده کنید تا احساس بهتری داشته باشید. روغن کرچک تولید پادتنهای مبارزه کننده با التهاب رو افزایش میده و در نتیجه التهاب کم میشه. همچنین پوست شما روغن کرچک رو جذب میکنه و ورم رو کاهش میده. مورد بعدی، پد روغن کرچک برای آرتروز. مواد لازم: روغن کرچک، کیسه آب داغ و پد نخی. به روغن کرچک نیاز داریم کیسه آب داغ و پد نخی. برای دردهای مزمن آرتریت 1.2 عدد پد نخی رو برای کل شب داخل روغن کرچک قرار بدید. روغن اضافی اون رو بگیرید و سپس اون رو روی ناحیه که درد میکنه مالش بدید و یک کیسه آب گرم روی اون بذارید. 1.2 بار در هفته این کار رو انجام بدید که انجام اون بستگی به میزان درد و ورم داره. معمولا با این روش برطرف میشه. بنابراین اگه بتونید ورم رو بهبود ببخشید درد شما هم زودتر برطرف میشه. مورد بعدی، روغن کرچک و آب پرتقال برای تسکین درد آرتریت و آرتروز. به روغن کرچک نیاز داریم و یک لیوان آب پرتقال. 1.2 قاشق چایخوری روغن کرچک رو بجوشونید و سپس زمانی که به اندازه کافی گرم شد زیر گاز رو خاموش کنید و یک لیوان آب پرتقال ترجیحاً تازه به اون اضافه کنید. قبل از صبحانه به مدت 3 هفته بستگی به میزان پیشرفتتون داره اون رو استفاده کنید و سپس یک هفته استراحت کنید و دوباره این چرخه رو تکرار کنید. این وضعیت برای افرادی تاثیر بیشتری داره که از رژیم آلکالین استفاده میکنن و همچنین باید قبل انجام محدودیت‌های این رژیم از پزشک اجازه بگیرید. میوه های مرکبات سرشار از ویتامین C و خاصیت آنتی اکسیدانی هستند و به کاهش رادیکال ها و عوامل ایجاد کننده التهاب کمک می کنند. به همین دلیل در درمان این وضعیت موثرند. مورد بعدی، روغن کرچک در چای زنجبیله. مواد لازم: زنجبیل، پودر چای، روغن کرچک و آب. مانند همیشه آب رو برای تهیه چای بجوشونید و سپس زنجبیل رو پوست بکنید و اون رو داخل آب به داغ بندازید. درجه اون روی حرارت ملایم باید قرار بگیره و 5 تا 10 دقیقه صبر کنید و گاز رو خاموش کنید و پالپ اون رو جدا کنید. 1.2 قاشق چای خوری روغن کرچک رو به چای اضافه کنید و قبل از خواب برای از بین بردن درد اون رو بنوشید تا احساس بهتری داشته باشید. روغن کرچک دارای خواص نرم کننده است و بنابراین افرادی که از سندروم روده بیقرار یا اسهال رنج میبرند نباید از اون استفاده کنند. بسته به میزان درد خودتون حداقل 2-3 بار در هفته از اون استفاده کنید. مورد بعدی، پارچه پشمی و روغن کرچک هستش که برای تسکین درد آرتروز بسیار مفیده. مواد لازم: پارچه پشمی، روغن کرچک، حوله، بطری یا کیسه آب گرم، پتو.
20 میلی‌لیتر روغن کرچک رو گرم کنید. میتونید اون رو داخل ماکروویو هم قرار بدید و سپس پارچه پشمی رو تا بزنید و اون رو به روغن کرچک آغشته کنید و 20 دقیقه صبر کنید. تا روغن به طور کامل جذب پارچه بشه، هوله رو روی مفصلی که درد میکنه قرار بدید و پا رو بالا بیارید و سپس ناحیه مورد نظر رو با پارچه‌ای که آغشته به روغن کرچک شده بپوشونید. اکنون که عدد پتو روی اون بذارید و این قسمت رو ببندید. این بسته‌بندی حاوی روغن کرچک حداقل 30 تا 45 دقیقه باید در اون ناحیه باقی بمونه. البته شاید کمی کثیف‌کاری داشته باشه، اما مطمئن باشید که موثره. حداقل 2 الی 3 روز متوالی این کار رو انجام بدید تا تاثیر اون رو در انتهای روز سوم مشاهده کنید و سپس بعد یک هفته دوباره انجام این کار رو شروع کنید. البته احساس کردید که این کار باعث بهبودیتون شد، میتونید زمان اون رو به 15 الی 20 دقیقه کاهش بدید. شما میتونید روغن کرچک رو برای مقابله با ورم پا و سلولیت هم استفاده کنید. نتایج پژوهش‌های متعدد نشون داده که روغن کرچک برای تحریک دستگاه لنفاوی بدن مفیده. اگر از ورم پا یا سلولیت ناشی از احتباس مایعات در بدن رنج میبرید، میتونید از این روغن برای بهبودی وضعیتتون استفاده کنید. میتونید چند قطره روغن گیاهی گریپ فروت یا سرو کوهی به روغن کرچکتون اضافه کنید و پاها را از پایین به بالا با حرکات دورانی ماساژ بدید. روغن کرچک خاصیت ضد اسپاسمی و ضد دردی داره و برای تسکین دل درد موثره. برای تسکین دل درد ناشی از قاعدگی و نخ میتونید از این روغن به عنوان مرهم استفاده کنید. میتونید مقداری از این روغن رو روی دستمالی تمیز و یا گاز استریل بریزید و روی شکمتون قرار بدید. همچنین روغن کرچک برای رفع یبوست هم مفیده. روغن کرچک ملینه. این روغن حاوی 90% اسید ریتینولوئیکه که یه اسید چرب مفید برای انقباض و ترشحات روده است. در نتیجه برای رفع یبوست به کار میره. البته باید توجه داشته باشید که این روغن قویه و نباید در مصرف اون زیاده روی کرد، چون میتونه باعث التهاب و آسیب به روده بشه. برای مقابله با یبوست میتونید هر 2 یا 3 روز یک بار یک قاشق چایخوری روغن کرچک به تنهایی و یا مخلوط شده با کمی آب رو میل کنید. اگه مصرف این روغن مفید نبود، بهتره مصرف اون رو متوقف کنید، چون یبوست در اثر عوامل متعددی بروز میکنه و بهتره به پزشک متخصص گوارش مراجعه کنید. روغن کرچک فواید زیاد دیگه هم داره. برای داشتن موها، ناخونها و مژه‌های سالم میتونید از روغن کرچک استفاده کنید، زیرا که حاوی ویتامین ای و مواد معدنیه و به همین دلیل باعث تقویت موها، مژه‌ها و ناخونها میشه. برای مثال برای تقویت موها بهتره شبها مقداری از این روغن رو به نوک انگشت‌ها بزنید و پوست سرتون رو ماساژ بدید تا جریان خون در رگ‌های موجود در کف سر افزایش پیدا کنه. سپس موهاتون رو با حوله ببندید و تمام شب روغن روی سرتون نگه دارید. صبح موهاتون رو با شامپوی روزانه‌تون شستشو بدید. برای تقویت ناخن‌ها هم میتونید با مقداری روغن کرچک به ماساژ دستاتون بپردازید. این کار رو باید 10 دقیقه انجام بدید. مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو. تا ویدیو بعدی، شب و روزتون خوش و خدا یار و نگهدارتون.